موضوع بحث امروزمون عزیزان تسامح در ادله سنن هست برای تبیین موضوع باید توجه شما عزیزان رو به چند نکته جلب بکنم اول تعریف وقتی میگیم تسامح در ادله سنن منظور ما چیه همونطور که قبلا خدمت شما عزیزان عرض کردم سنن جمع سنت و سنت در لغت به معنی روش پسندیده است و در اصطلاح به فعل مستحب اطلاق میشه گرچه در اصطلاح روایات وقتی میگیم سنت منظور قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام هست و در نتیجه افعال واجبه رو هم در بر میگیره ولی در این مقام سخن ما از فعل مستحبه و تسامح به معنی سهلنگاری انگاری و عدم دقت کافی در یک امر بنابراین مراد از تسامح در ادله سنن اینه که ادله اعمال مستحبه ای که پسندیده است حسن است نیاز به بررسی دقیق و موشکافانه و تفحص کامل نداره و لازم نیست شرایط سایر ادله احکام رو دارا بشه مثل احکام الزامیه واجب و حرام پس اگر از حدیثی ترتب ثواب بر انجام کار خیر و پسندیدهی فهمیده بشه میتونیم اون رو برای نیل به سواب الهی انجام بدیم اینو میگن تسامح در ادله سنن نکته قابل توجه دیگر عزیزان اینه که مورد تسامح در ادله سنن کجاست آیا میتونیم در ادله مربوط به عقاید حقه و حکام شرعیه اهم از واجبات و محرمات حلال و حرام و تکالیف الزامی مسامحه بکنیم و در تشخیص صحت سند تفخص لازم رو به عمل نیاریم پاسخ منفیه همونطور که از عنوان بحث برمیاد و مشهور علما هم گفتند جواز تسامح در ادله به اخلاقیات و مستحبات اختصاص داره و محدود به این دایره است و در ادله عقاید حقه مثل توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و سایر عقاید حقه و فروعی مثل نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر یا فروع مربوط به تولی و تبری یا حلال و حرام الهی در معاملات تسامح جایز نیست مرحومي شيخ أنصاري رحمة الله عليه فرمايًا المشهور بين أصحابنا والعامة التسامح في أدلة السنن بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد من الإسلام والعدالة والربط في الروايات الدالة على السنن فعلا تركان مفرمون مشهور بين علماء پیرو و اهل بید اسمت و تارت علیه مسلم و حتی اهل خلاف بکریه و عمریه اینه که در خصوص ادله سنن تفحص و تحقیق زیادی صورت نمیگیره و با مسامحه از اون عبور می شود یعنی ادله اعمال خیر و مستحبه نیاز به بررسی دقیق و تفحص کامل نداره معناش اینه که اون رو که در خصوص محرمات و واجبات یا حلال و حرام الهی و تکالیف الزامیه به عنوان شرط اعتبار کردن در خصوص اعمال خیر و مستحبه یک چنین شرطی لازم نیست و در نتیجه چه اون عمل مستحبی عملی فعلی باشه چه ترکی باشه در هر دو حالت در ادله یک چنین سننی تسامح می شود اون تفحص های عمیق و دقیقی که در مورد حلال و حرام و محرمات و واجبات صورت می گیره در این خصوص اعمال نمی شود چنانکه که مرحوم شهید سانی رحمت الله علیه می و جوز الاکثر العمل بالخبر الرئیف فی نحو القصص والمواعظ و فرائل الاعمال لا فی نحو صفات الله المتعال و احکام الحلال و الحرام میفرمایند اکثر علما عمل به خبر ضعیف رو در مثل قصه ها موعظه ها و فضائل اعمال تجویز کرده اند اما در خصوص اموری که مربوط به عقاید حق است مثل صفات خداوند متعال و احکام حلال و حرام تسامح جایی ندارد بنابراین مورد تسامح در ادله سنن هم مشخص شد سومین نکته ای که عزیزان باید به اون توجه بکنن اینه که دلیل تسامح در ادله سنن چیه دلیل جواز تسامح در ادله سنن عزیزان اخبار منبلغ روایاتی در حد تواتر با مضمون واحدی وجود داره که به لحاظ وجود کلمه منبلق در ابتدای اونها ازش به احادیث منبلغ تعبیر میشه چند نمونه از این احادیث رو من خدمت شما عزیزان ذکر میکنم روایت اول از محمد ابن مروان هست ان محمد ابن مروان قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتیه و این لم یکن الحدیث کما بلغه کسی که خبر و حدیثی به او برسه که خداوند بر انجام عملی ثواب میده بعد او اون عمل رو به امید درک اون ثوابی که وعده داده شده است انجام بده خداوند صبحان ثواب اون رو به او میده هرچند حدیث آنگونه که به او رسیده است نباشه حدیث دوم از حشام ابن سالم از مولانا امام به جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلام علیه هست ان حشام ابن سالم ان عبی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلك له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقول فرمودند هرگاه طبق حدیثی از احادیث حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ثوابی بر عملی مترتب باشه و انسان اون رو انجام بده به امید درک ثوابی که ذکر شده پاداش اون عمل برای اون از خدا محفوظ خواهد بود هر چند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین حدیثی رو نفرموده باشد، حدیث سوم از جابر و انس هست عن جابر و انس من بلغه عن الله شیء فيه فضیله فأخذ به ایمانا و رجاء ثوابه اعطاه الله ذلك و این لم یکن كذلك. هر کس چیزی از خداوند سبحان به او برسه که در اون ثواب و فضیلتی باشه بعد اون رو به امید درک اون ثواب انجام بده در حالی که به خداوند سبحان ایمان دارد و به ثواب عمل امیدوار است خداوند سبحان ثواب عمل او رو به او اعطا خواهد فرمود هرچند خبری که به او رسیده است اونطور که به او رسیده نباشه و این لم یکن کذالک از مجموع روایات این باب عزیزان استفاده می شود ترتب ثواب مشروط به انجام عمل با انگیزه امتصال امر خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و نیل به ثواب الهی است و اگر عمل این گونه انجام بگیره و بعدن کشف خلاف بشود و معلوم بشه که معصوم و حجت خدا صلوات الله و سلام علیه چنین نفرموده اند در هر حال ثواب اون عمل به مکلف داده خواهد شد لازم اینجا توجه شما عزیزان رو به یک نکته جلب بکنم و اون اینکه پاره از افراد جواز تسامح در ادله سنن رو موجب جعل احادیث و نشر اکاذیب میدانند و میگن جمعی با تمسک به ادله جواز تسامح در موارد مختلف احادیثی جعل کردن و یا به اعتبار جواز عمل به احادیث ضعیف در باب مستحبات مطالبی رو به شارع مقدس نسبت دادن که هیچ پای و اساسی ندارد بر این اساس اظهار می‌دارند اون حدیث ضعیفی رو که در استنباط حکم واجب و حرام نمیتونیم به اون استناد بکنیم در مورد مستحب و مکروه هم نمیتونیم اون رو سند قرار بدیم و برای جلوگیری از رواج احادیث جعلی و ضعیف و سند شرایطی رو ذکر کردن میگن اولا سند حدیث نباید ضعیف باشه دوم مضمون حدیث نباید مخالف با دلیل قطعی از کتاب و سنت باشه و سوم اینکه آنچه که ذکر میشه معارض اقوا نداشته باشد